به نام خدا و عرض سلام، وقتتان بخیر. پس از گذشت حدوداً 7 ماه و افت و خیزهای متداوم در قبال چگونگی اعلام نتایج و کشمکش های انتخابات در افغانستان، نهایتاً انتظار می رفت امروز نتایج نهایی شوراهای ولایتی هم اعلام شود. اما گویا مجدداً باز هم با تاخیر دیگر مواجه شده است. اینکه چه نکته ها در این تاخیری وجود دارد و گفته های بیشتر در این زمینه چی است، در گزارش از همکارم بشنویم. نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی روشن شود، اما اعضای ارشد کمیسیون مستقل انتخابات میگویند بنابر مشکلات در برگه های نتایج، اعلام آن تا روز شنبه به تاخیر افتاده است. امروز کمیسیون تقریبا آمادگی داشت که اعلام بکنه، ولی متاسفانه همین مشکلات تکنیکی در بعضی فرمای نتایج وجود داشته. متاسفانه تا آخر ساعت امروز نتونستن این را کاملا حل کنن. شب تا دیر وقت انشاءالله اینا کار میکنن. بخش تکنیکی ما برای فردا صبح انشاءالله آمده اعلام میشه. اما شمار از نامزدان شوراهای ولایتی تأخیر اعلام نتایج نهایی را ناشی از معامله های پنهانی می دانند. به گفته آنان، کرسی های شوراهای ولایتی از سوی کمیسیون انتخابات خرید و فروش شده و اگر فردا نتایج به تأخیر انداخته شود، باید اعضای نهادهای انتخاباتی بازداشت شوند و نتایج نهایی این روند از سوی نهادهای عدلی و قضایی اعلام شود. نتیجه باید اصلا که ثبات اعلان شود که نسو اعلان، نور دا کمیسیون باید لغوه، مسئولین باید عدلی او قضایی ارگانو تا ولیجی، او نتیجه باید عدلی او قضایی ارگانو اعلان کنی. اما کمیسیون انتخابات هر گونه معامله را در این روند رد می کند. با این حال نهادهای ناظر انتخابات نیز گمان می برند که نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی با شفافیت همراه باشد. با باور آنان، ضعف مدیریتی عامل اساسی طولانی شدن انتخابات شوراهای ولایتی بوده و باید زود هنگام به این ماجرا پایان داده شود. بیش از این مردم در انتظار ننشینند و کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلان بکنه، به حد کافی در این پروسه مشکلات وجود داشته. انتخابات شوراهای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در 16 حمله امسال برگزار شد، اما با گذشت بیش از 7 ماه نتایج نهایی آن تا کنون روشن نیست. شوراهای ولایتی که به نام پارلمان‌های کوچک نیزیاد شده، در 34 ولایت افغانستان 458 کرسی داشته که از این میان تنها 96 کرسی آن برای زنان اختصاص داده شده است. بله، اما برای اینکه علت این تأخیری چیست و در کل زمان بسیار زیاد پس از اعلام نتایج ابتدایی و نتایج نهایی در کمیسیون انتخابات گذشته، کمیسیون شکایت انتخاباتی می بایست قبل تر از این نتایج را به کمیسیون می سپرد، که از آدرس کمیسیون شکایت انتخابات هم گفته شده که نتایج قبلا سپرده شده، اما گویا تأخیری ها در کمیسیون مستقل انتخابات بود. اما علت این تأخیری و گفته های اخیری که از آدرس بعضی از نامزدان شورای ولایتی مبتنی بر فساد، معامله گرایی و نکات دیگری که داخل این موضوع است، میخوایم امشب پاسخ بگیریم. مهمان این برنامه آقای نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هستند. آقای نور، به برنامه ما خوش آمدین، سلام بر شما. جان سپاس، ما هم سلام و احترام تقدیم میکنم. تشکر از حضورتان در برنامه. میخوایم بدانم نهایتا نتایج نهایی شوراهای ولایتی به کجا رسیده و چه وقت اعلام میشه؟ تشکر از اینکه لطف کردین به دفتر کار ما تشریف آوردین، جان سپاس میکنم. خب امیل اعظم در دفتر خود تشریف دارم و دوستای دیگه که عملا بالای نتایج کار میکنه در مرکز جنبندی نتایج کار میکنن. با اساس پلانی که ترتیب شده، کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است که فردا 2 بجه نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی را رسما اعلان کنه. خب علت این تأخیری چی بوده؟ چرا تا کنون با این همه تأخیر مواجه شدن شما؟ خب
خب موضوع اولی که کمیسیون مساخل انتخابات نتیجه ابتدایی شورای ولایتی را به تاریخ 3 ماه سور اعلان کرده بود و ایره محول کرده بود به کمیسیون شکایت انتخاباتی. بیشترین سوال که راجع میشه مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی که باید پاسخ بگویه. چرا در این مدت زمان یعنی در مدت 4.5 یا 5 ماه نتونستن که مطابق به تقویمی که از طرف کمیسیون مساخل انتخابات ترتیب شده پس فیصله های خود به کمیسیون مساخل انتخابات محول کنند؟ روی هم رفته شما در جریان هستن که در حدود 1-1.5 هفته میشه که فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی به کمیسیون مستقل انتخابات رسید که در موارد مختلف یک سلسله مشکلات موجود بود و کمیسیون مستقل انتخابات هم از صلاحیت های قانونی خود استفاده کرد. تمام نواقص و مشکلاتی که موجود بود به خاطر وضعیت بیشتر به کمیسیون شکایت انتخاباتی راجع ساخت تا در 24 ساعت وقتی که قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات داده بود از او استفاده شود. زمانی که در رابطه وضعیت کامل به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه شد مشکل تکنیکی که در بعضی از فرمها موجود بود از فرماتی که ما باید استفاده می کردیم متاسفانه که توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی شمارش مجدد دو فرمت استفاده نشده بود. بنان باید همکارای تکنیکی ما جمع همکارای تکنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی مشترکاً کار میکرد تا امین نتایج از فرمتی که معمول بود و استفاده شده بود تمامشون از فرمت‌های دیگه به این فرمت تبدیل میکرد و بالاخره به سیستم ایر پروسس میکرد. چیزی که ما برای بیننده های شما گفتم میتونم 3 شب گذشته هر شب همکارای ما عملاً تا 11-12 بجه شب کار کردن به شکل متواتر تا این فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی که حجمش خیلی زیاد بود و گفته میتونیم که در مجموع 4000 محل مجددن شمارش و تفتیش شده توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی که تعداد فرمشان به بیش از 6000 میرسه. به این معنی که در بعض محلات مثل کابل فرمای نتایج بالاتر از 4-5 فرم است که زمانگیر است و همچنان گفته میتونیم که مشکل دیگه که در رابطه موجود بود کمیسیون مستقل انتخابات باید از دقت بیشتر استفاده میکرد چون نتیجه ابتدایی اعلان شده و زمانی که نتیجه نهایی به وبسایت میره تمام کاندیدا جمع مردم افغانستان در هر جای دنیا که باشه با او دسترسی پیدا میکنه و کمیسیون مستقل انتخابات مصمم به است و بود که از دقت بیشتر استفاده کنیم تا نتیجه که اعلان میشه مورد قبول اکثریت مردم افغانستان باشه. اما آقای نور این گفته های همیشگی شما و این گونه است و اکثرین هم به شما حق میتن که این گونه ابراز نظر کنین، اما اصل نکات علل تاخیر در کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات را نامزدان آنانی که در جریان بودن توردگه عنوان میکنن. میخوایم بدانم آیا واقعا این گونه نیست؟ اشاره میکنن که کسان را که در لست ابتدایی اعلام شده بودند به حیث برنده و یا هم کسانی که از لست ابتدایی مانده بودند چون فرصت زمان انتخابات ریاست جمهوری و حرف ها و پیرامون و جهش ها و جنبش های اجتماعی و داغ و گرم بودن این معاملات بیشتر بود، شما فکر کردین که دقت در این زمینه نمیشه با باور نامزدان و اینجا معاملات صورت گرفت، اکتیاد کسانی که سزاوار نبودند در لست برنده آمدند، اکتیاد کسانی که باید میآمدند نیامدند. از آنجا این همه تاخیرها در کمیسیون اکنون رقم میخوره، آیا واقعا این گونه نیست؟ خب ما منعیس نماینده کمیسیون مستقل انتخابات گفته میتونم و این مسئولیت کمیسیون عهده دار است با عهده میگیره. نتایج ابتدایی که اعلان شده مسئولیتش مربوط میشه به کمیسیون مستقل انتخابات. هر تغییری که بعد از او یعنی بعد از نتیجه ابتدایی میاد و افراد و اشخاص که بعد از لست ابتدایی مثلا در لست نهایی را پیدا نمیکنه تمام مسئولیت از این برمیگرده به کمیسیون شکایت انتخاباتی چون کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که نتیجه ابتدایی را اعلان کرد بعد از او هیچ گونه به اساس قوانین نافذ کشور تغییر آوردن نمیتونه، ولی فقط در یک مورد که کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله های خود روان کنه و فیصله های از او را تطبیق کنه و بالاخره هر نتیجه که در فرجام با میان میام
تمام نتیجه نهایی است و مسئولیت تمام تغییراتی که بعد از نتیجه ابتدایی میاد مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی به اساس قانون نافذه کشور، نه مربوط کمیسیون مستقل انتخابات. بنان ما منعیس نماینده کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه نمیتونم که صحبت بیشتر داشته باشم چون موضوع مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نمیشه. اما آیا این گفته هایتان به معنی است که حدود 7 ماه تاخیر و یا هم 6 ماه از نتایج ابتدایی تا نتایج نهایی تقصیر و همه موارد و علل عوامل تاخیر به کمیسیون شکایات برمیگرده؟ کاملا شما در جریان هستن که دیجا شک نیست. زمانی که نتیجه ابتدایی اعلان میشه بعد از او مسئولیت وظایف کمیسیون شکایات انتخاباتی است که مطابق با تقویمی که کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب کرده حرکت کنه. زمانی که 4.5 ماه بعد کمیسیون شکایات انتخاباتی با کمیسیون مستقل انتخابات نتایج میده، هر مسئولیتی که در رابطه صورت هر تغییراتی که صورت میگیره، هم قوانین و هم مکانیزم‌ها و هم طرز العمل ها کمیسیون شکایت انتخاباتی را مسئول میدونه، نه کمیسیون مستقل انتخابات، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ قوانین و مکانیزمایی که موجود است. بنابراین یک نکته پاسخ کمیسیون شکایات را شما چگونه ارائه میکنید؟ آقای نو، ما بسیار کمیسیون شکایات اعلام کردن که حدودا یک هفته یا 1.5 هفته قبل نتایج را به شما سپردن و مبتنی بر قانون میبایست پس از 24 ساعت شما اعلام میکردین. این تاخیر را چه پاسخ برش دارین؟ هیچ جای قانون انتخابات موجود نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در 24 ساعت یا در این حدود اعلان کنه، ولی به قید یک موضوع که اگه اعتراض موجود نباشه کمیسیون مستقل انتخابات باید به زودترین فرصت نتیجه را اعلان میکرد. چون کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه اعتراض داشت، زمانی که اعتراض صورت بگیره بعد از اون مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات میشه که چی وقت نتیجه را اعلان میکنه و چی گونه اعلان میکنه. از لحاظ زمانی البته در این رابطه قانون انتخابات کدام وضاحت نداره، ولی در یک مورد باز هم تاکید میکنم وضاحت موجود است. زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض نمیداشت در 24 ساعت باید یا نتیجه را اعلان میکرد و اگر نمیکرد باید اعتراضات خود به کمیسیون شکایت انتخاباتی روان میکرد، که کمیسیون مستقل انتخابات از این صلاحیت خود استفاده کرد، چندین مورد به کمیسیون شکایت انتخاباتی محول ساخت که از او جمله دو مورد ما برتان مثال دادم. میتونم در دو ولایت افغانستان تمام آرای دو کاندید به شکل مکمل به اعتبار شناخته شده که در رابطه کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایت انتخاباتی وضاحت خواست و کمیسیون شکایت انتخاباتی هم در مکتوبشان دلایل خود ارائه کردن. زمانی که دلایل خود ارائه میکنه بار دوم کمیسیون مستقل انتخابات نمیتونه که اعتراض دیگر درج کنه، ولی کمیسیون مستقل انتخابات همیشه در صدد این بوده که چیزی که به وبسایت میره و چیزی که اعلان میشه باید از دقت کامل و شفافیت کامل برخوردار باشه. تشکر، سپاسگزارم. همکاران تکنیکی ما اشاره یک وقفه دارن، پس وقفه ادامه این بس. با سلام مجدد به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای نور، در گفته های قبلی شما به شک از اشکال پذیرفتین که نامزدان معترض و در کل تمام نامزدان شورای ولایتی حق دارن که از تاخیری شکایت کنن و این تاخیری زمانگیر بوده و علتش هم به دوش کمیسیون شکایات انتخاباتی است. اما از فساد و از معامله و از جاگزینی افراد شما چی میگین؟ کدام یکی از این دو نهاد دخیل در روند و متصدی بودن بر انتخابات این همه کاستی ها را انجام داده و معامله گرایی ها و فساد در داخل کمیسیون جدای از تقلبات که عرف های خیلی دنباله دارد به دنبال خود داشت، در داخل کمیسیون کدام کمیسیون این جاگزینی ها را و این تغییرات در لست ها را آورده؟ خب یک مورد ما واضح گفته بیتونم که خود زمانگیر شدن اعلان نتایج کاندیدا را و مردم افغانستان شاکی کردن. شاید بحثایی که صورت میگیره
به حقیقت نداشته باشه. ولی ایره هم باید فراموش نکنیم که در انتخابات چیزی که مهم و اساسی است زمان است که باید با زمان حرکت کرد و عقب باید نمونه در حقیقت، که متاسفانه این کار شد و ایره باید پذیرفت. باز هم ما تاکید میکنم مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات فقط در اعلان نتیجه ابتدایی انتخابات بوده در رابطه با شوراهای ولایتی. بعد از هر تغییری که آمده و یا هم میایه، مسئولیت از این مستقیما راجع میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی، نه به کمیسیون مستقل انتخابات. بنان من نمیتونم که در این مورد که چی معامله های صورت گرفته یا نگرفته بحث داشته باشه. پس مطمئن نیستین نمیتونین رد کنین گفته های نامزدان معترض که فساد نبوده و معامله گرایی هم صورت نگرفته؟ در کمیسیون مستقل انتخابات اصلا امکان نداشت و نداره، چون نتیجه ابتدایی که اعلان میشه بعد از او باید فقط فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی تطبیق شوه و در این رابطه کمیسیون مستقل انتخابات کام کار کرده نمیتونه. هر تغییری که بعد از نتیجه ابتدایی میاد او به اساس فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی است که در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات زمانی که فردا نتیجه اعلان میشه این فیصله های کمیسیون شکایت انتخاباتی هم پست میشه که در کدام محل، در کدام ولایت و در کدام مرکز چقدر تغییرات آمده. ما یک مثال از ولایت قندهار و پکتیکا بیشتر را کردم که دو کاندید ارایشان مکمل توسط کمیسیون شکایت انتخاباتی باطل شده. شما فردا شاید از این خود باشین که فیصله کمیسیون شکایت انتخاباتی و دلایلی که وا گفتن در وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات پست میشه که این افراد و اشخاص توسط فیصله اعضای کمیسیون شکایت انتخاباتی به طور مکمل به اعتبار شناخته شده که صلاحیت های کمیسیون شکایت انتخاباتی است. اما از علل و عواملی که باعث کمکاری ها در داخل کمیسیون انتخابات میشه بگوین، جدای از اینه که عوامل بیرونی و گفته های به شکل شاکی بودن و حرفایی که همیشه وجود داره، چه نکته ها وجود داشته که دقیقاً کار و مؤثریت کار در کمیسیون مستقل انتخابات را در این برهه از زمان و در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی به چالش کشانیده که شما هم شاکی هستین؟ دو مورد باید فراموش نکنیم و باید اعتراف کرد. کمیسیون مستقل انتخابات اعتراف میکنه که در یک مورد مشخص در شورای ولایتی زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات مصروف تفتیش 100% انتخابات ریاست جمهوری بود، در یک مورد ما گفته میتونم که در کابل و ننگرهار با چند روز محدود ما نتونستیم که با کمیسیون شکایت انتخاباتی همکاری کنیم. این یک حقیقت است، چون همکار ما مصروف تفتیش 100% انتخابات ریاست جمهوری بود که او چند روز محدود البته در بر گرفت که هر روزی که ما امره مطبوعات بحث میکردم این مسئله مطرح شده، یعنی چیز نیست که باید پنهان شو از مردم افغانستان. و این حقیقت داره که شاید خود کمیسیون مستقل انتخابات مسئولیت زیر میپذیره که برای چند روز محدود ما نتونستیم که امروی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه همکاری کنیم تا نتیجه تفتیش انتخابات شورای ولایتی زودتر پروسس شود، ولی او چند روز محدود بوده نه بیشتر از او. و همچنان انتخابات که در افغانستان برگزار شد، چه انتخابات ریاست جمهوری و چه هم انتخابات شوراهای ولایتی در افغانستان، دوچار مشکلات گوناگون بود. مشکلات اول که ما گفتم میتونم افراد و اشخاص مختلف سعی و تلاش کرد که این روند و این دستاورد بزرگ مردم افغانستان به ارزش جلوه بده و سبوتاش کنه و همچنان به دموکراسی نوپا در افغانستان صدمه برسانه. این افراد در داخل کمیسیون ها بودن یا بیرون از کمیسیون؟ شکل عمدی بوده و در بعض موارد به شکل غیر عمدی بوده. ما مثال براتون دادم میتونم، زمانی که مردم افغانستان به شکل گسترده در دور اول ریاست جمهوری و شورای ولایتی آمدن رای دادن، این بر مردم بر بعض افراد و اشخاص
که در افغانستان هستن و در همچنان در منطقه یعنی برشان خوشایند نبود. زمانی که دور دوم انتخابات برگزار میشه و او ماموریت هم به شکل بسیار حادش و به شکل بسیار به تمام چالش‌هایی که بود به خوبی سپری میشه، متاسفانه که کشورهای مختلف و همچنان کشورهایی که در منطقه هستند و برالاوه از او بعضی افراد و اشخاص که در داخل کشور هستند خواستند که این دستاورد مردم افغانستان صدمه برسانه و به نهادهایی که در این رابطه مسئول هستند صدمه برسانه و دستاده دی شدند که این دستاورد مردم افغانستان در حقیقت بدنام کنه. این افراد و اشخاص ما میخواهیم که در موردش بحث داشته باشم. بعضی از نهادهایی که متاسفانه از کشورهای مختلف پول دریافت میکنند و پروژه میگیرند در این رابطه شامل بودند که ما من حیث یک افغان و من حیث یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به شکل واضح گفتم میتونم که بدون از اینکه وا بدانند بحث کنند، حتی مطرح کردند که گویا تعداد و افراد و اشخاصی که واجد شرایط هستند و در انتخابات شرکت کردند کمتر از 5 میلیون است که متاسفانه این فقط توسط کشورهای مختلف و حتی توسط افراد و اشخاص و بادارایشان که پول دریافت کرده بودند چنین موضوعات مطرح میکردن. آقای نور، این گفته هایتان مبتنی بر چه سنده است و چه اسناد در قبال این دارین و میشه وضاحت ببخشین که منظورتان از این نهادها کدام نهادها است؟ و همچنان در دور اول، بله اجازه بتن که در دور اول و دور دوم تعداد افراد و اشخاص در انتخابات خیلی گسترده بوده و این ثابت شد در تفتیش 100% که بالاتر از 7 میلیون که نزدیک به 8 میلیون افراد میشه در این انتخابات شرکت کرده بودند. پاسخ به تن مبتنی بر چه سند فکر میکنین نهادهای برای مدخل ساختن و به چالش کشانیدن کار انتخابات در افغانستان این گونه اعمال را اجرا کردن و منظورتان از نهادها کدام نهادها است؟ چه نهادهایی را شما قلمداد میکنین و مشخصا صحبت کنین؟ ما مثال واضح را برتان ارائه کردم که شما شاهد از او بودین و خبر از او را نشر کردین که بعض از نهادهای مختلف من جمله نهادهایی که از کشورهای مختلف البته پول گرفتن و پول میگیرن و همچنان بعضی از نهادهای مطبوعاتی ما و شما که متاسفانه در این رابطه زیاد دقت نکردن و حتی ارقام و اعدادی که به شکل مستند از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نشر میشد به عوض از اینکه بر از او را انعکاس بتن به اساس و ارقام و اعدادی که خیالی توسط افراد و اشخاص که در افغانستان معمول است و مطبوعات هم همیشه از او استفاده میکنه به نام و کلمه یا واژه کارشناس انعکاس دادن و البته بیشتر اهمیت دادن. آقای نور، این گفته های شما به معنی چیست؟ چه نکته ها را میخواین به اثبات برسین؟ اگر تنها در حد گفته ها، آقای نور میخواین پاسخ بگیرم، اگر تنها در حد گفته ها چنانه که شما اشاره میکنین اکتفا کنیم، گفته های در قبال کارکردهای نامؤثر و نادرست کمیسیون ها هم وجود داشته، این نکته ها را چگونه شما استنباط میکنین؟ زمانی که شما ادعا دارین که نهادها و یا حتی به باور خودتان رسانه ها کار کرده که در قسمت ارقام غیر شفاف و یا هم تحریف در این نکته ها وجود داشته در حد گفته ها است، گفته های جریان انتخابات و گفته های همیشگی در چگونگی کارکردها هم وجود داشته، میشه این گفته ها را من حیث اسنادی که مردم بتونن بپذیرن پذیرفت؟ فکر نمی کنین گفته ها همون گونه که شما شاکی هستین مبتنی بر سند باشه؟ پس شما کدام رسانه را میخواین دقیقا مشخص بسازین و کدام نهادها این گونه از کشورهای بیرونی پول گرفتن که شما امروز اعلام میکنین؟ خیلی خوب نبود در جریان انتخابات اینا رو برملا میکردین و به نهادهای عدلی و قضایی میسپردین؟ این موضوعات را که ما امروز صحبت میکنم امرای نهادهای مختلف اگر شما در جریان باشین رو به رو صحبت شده و برالاوه از او امرای مطبوعات بحث شده در این مورد در وقتش و در هر روزی که بحث صورت گرفته امرای مطبوعاتی موضوعات مطرح شده. یک موضوع نو نیست ولی باز هم تاکید میکنم که انتخابات افغانستان با تمام نواقص تمام مشکلات که داشت
و اعتراف باید کرد که کمیسیون مستقل انتخابات در موضوعات مختلف از انعطاف پذیری استفاده کرده و یک حقیقت تلخ است در حقیقت و این را معاملات نماینده کمیسیون مستقل انتخابات اعتراف میکنم. چه فشار باعث میشد که کمیسیون منعطف شد و کمیسیون انعطاف پذیر باشد؟ این فشار از چه آدرسی بود آقای نور مشخص بسازین؟ بله فشار البته فشار گفته نمیتونیم ولی باید گفت که بخاطر منافع بزرگ کشور بخاطر از اینکه کشور افغانستان دچار مشکلات عدیده دیگه نشه کمیسیون مستقل انتخابات در بعض موارد از انعطاف پذیری استفاده کرده اما مصلحت و منفعت افغانستان فکر میکنین با رعایت قانون خیلی خوب برآورده میشه یا بر اساس مصلحت ها و منعطف بودن و انعطاف پذیری؟ بله یک چیز باید یادآور شویم کمیسیون مستقل انتخابات این را کاملا درک کرده و درک میکنه که انتخابات وسیله است هدف نیست و هدف باید هیچ وقت وسیله را هیچ وقت باید سبب از این صورت نگیره که بالاخره کشور افغانستان دچار مشکل شود و در این رابطه کمیسیون مستقل انتخابات خود مسئول میدونه که و این صلاحیت و این موضوع را محول میکنه با مردم افغانستان که در موردش قضاوت کنه که کمیسیون مستقل انتخابات بخصوص اعضای کمیسیون مستقل انتخابات از این انعطاف پذیری که استفاده کرده چگونه قضاوت صورت میگیره ولی باید بگویم که در حقیقت زمانی که انتخابات به دور دو میره افغانستان دچار مشکلات عدیده میشه و کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه خود مسئول دانست که نباید انتخابات سبب ازی شوه نباید این وسیله سبب ازی شوه که خانه به خانه و بالاخره حتی گفته میتونیم که ده بده مشکلات عدیده ایجاد شده و صورت بگیره. یک مسئله تخنیکی هم که اکثر از کارشناسان انتخاباتی مطرح میکنن یا دقیقا یکی از علل بحران مازل و یا دقیقا در قسمت چگونگی غیر مقبول بودن برای نامزدهای شورای ولایتی بوده همزمان برگزار کردن انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولایتی است. در این زمینه دیدگاه شما که ظاهرا بهتر از شما چگونگی مشکلات و چالش های انتخابات و همزمان برگزار شدن شاید دیگر کارشناسان ندانند، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ واقعا من حیث یک موزل است یا نه موزل نمیتونه باشه فقط امو عوامل را که شما مطرح کردین شکاف های را با باور مردم در داخل کمیسیون وجود داره این نکته ها باعث شده که تا مؤثریت این مسئله به شکلی که میبایز باشن نباشه؟ ببینن دو مشکل است. مشکل اولی که انتخابات که از سال 2003 به این طرف در افغانستان برگزار میشه تمام مصارف از این را جامعه جهانی پرداخته و تا امروز که ما انتخابات برگزار میکنیم که هر انتخابات به صدها میلیون دلار هزینه در بر میگیره افراد و اشخاص بسیار با سادگی گفته میتونه که باید دو انتخابات یک جا برگزار نشه ولی این یک آپشن نبوده بلکه کمیسیون مستقل انتخابات رهبری گذشته که البته در کمیسیون مستقل انتخابات موجود بود و خوشبختانه که ما هم افتخار کار به او رهبری داشتم دو وقت از تمام وسایلی که داشت امکانات که داشت استفاده کرد که باید ما انتخابات رو به شکل جداگانه برگزار کنیم ولی جامعه جهانی به هیچ وجه ایره نمیپذیره که برای هر انتخابات پول تهیه کنه و این پول در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات به دسترسش قرار بده و کمیسیون از ناگزیری دو انتخابات با هم برگزار میکنه ای بود قضیه را هیچ کس از این کارشناسایی که بحث میکنه و یا هم در بعض موارد از بعض از مسئولین که بحث میکنه متوجه نشدن و متوجه نیستن اما آقای نور میخوام این نکته را بدانم جدای از جبر که شما مطرح میکنین مبتنی بر حمایت مالی این نکته من حیث یک موزل واقعی آیا واقعا همزمان برگزار کردن دو انتخابات یک موزل یا چالش هست یا خیر جدای از جبر که
مبتنی بر چه الزامات و مستلزمات کمیسیون این تصمیم را گرفته؟ آیا واقعا من حیث یک معضل مطرح است همزمان برگزار کردن یا نه هیچ مشکلی وجود نداره؟ اگر مشکل قانونی و یا هم جدای از آن جبر که بار مطرح میکنیم وجود نداره، پس این نابسامانی تاثیرگذاری سیاسی و مشغول بودن کمیسیون مستقل انتخابات در جریان انتخابات بر انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای ولایتی را در حاشیه قرار دادن به چی معناست؟ باز هم با تاکید میکنم مشکلات عدیده موجود است و کمیسیون مستقل انتخابات همیشه با مشکلات پنجه نرم کرده و نرم میکنه. اگر ما این مشکلات لست کنم شاید از حوصله شما و از حوصله بیننده ها شما خارج باشه. کمیسیون در حالت انتخابات برگزار میکنه که هیچ گونه ایسا هم موجود نیست. کمیسیون در حالت انتخابات برگزار میکنه که افراد و اشخاص واجد شرایط موجود نیست. کمیسیون در حالت انتخابات برگزار میکنه که سرحدات بین ولایت ها موجود نیست، که البته برای انتخابات شورای ولایتی سرحد و هر حوزه انتخاباتی ولایت است. کمیسیون در حالت انتخابات برگزار میکنه که اصلا ولسوالی هایی که در افغانستان موجود است، بعض از ولسوالی ها هنوز واضح نیست که مربوط به کدام ولایت افغانستان میشه. اگر شما به آرشیف کمیسیون مستقل انتخابات مراجعه کنین، با ده ها مکاتب بین نهادهای مختلف تبادله شده تا این مشکلات حل کنه، ولی متاسفانه که حل نشده. کمیسیون در حالت انتخابات برگزار میکنه که در نقاط مختلف افغانستان امنیت نیست. بنان ما منعیس نمایندی کمیسیون مستقل انتخابات میپذیرم که مشکلات بیرونی با حد است که خود روند بر هر گونه که برگزار میشه دوچار مشکل میسازه. و یا هم با مو عبارت عامی که در افغانستان گفته میشه، کمیسیون همیشه در تاریکی مشت وار کرده که هیچ گونه به هدف نرسیده و نمیرسه و باید بالای عوامل بیرونی انتخابات کار شود تا این مشکلات حل شود. تا زمانی که این مشکلات حل نشه هیچ رهبری و هیچ نهاد نمیتونه که انتخابات درستر و که قناعت مردم افغانستان 100% فراهم کنه برگزار کنه. آقای نور تشکر از شما. عوامل داخلی است، در قوانین خیلی مشکلات است. مثلا در قانون تشکیل و صلاحیت با بعدها مشکل است که بسیار به شکل با اساس مداخله های مختلفی که صورت گرفت این قانون تصویب شد و بالاخره توشیح شد. در خود قانون انتخابات مشکلات عدیده موجود است. طرحی که کمیسیون مستقل انتخابات ترتیب کرده بود و به وزارت عدلیه روان کرده بود در سال 2010 متاسفانه که توسط پارلمان به او زیاد اهمیت داده نشد، که همون تجارب کمیسیون مستقل انتخابات او انعکاس داده شده بود. و بعدها موارد مختلفی که کمیسیون مستقل انتخابات به او همیشه پنجه نرم کرده و نرم میکنه. و مشکلی که خیلی زیاد و مهم و اساسی است، کمیسیون یک نهاد مستقل است ولی هنوز هم بودجهشان به شکل مستقلانه نیست. باید با دونرها و کشورهای مختلف بحث کنه و پول به دست بیاره. درست. اکنون وضاحت ببخشین، پس من حیث راه های حل مطرح کنین، فکر میکنین برای این همه معضلات آیا واقعا توانمندی برای اصلاحش وجود داره یا خیر؟ مردم انتظار دارن تا روند بهبود پیدا کنه و انتخابات در افغانستان پس از این دیگر این گونه معضل آفرین و ببن بس رسیدنی نباشه. آیا مجددا اکتفا میکنین با این همه مشکلاتی که در افغانستان وجود داره و شما هم فقط به این مشکلات همیش اشاره کنین و انتخابات با این همه چالش ها و مشکلاتش پا بر جا بمانه؟ مورد است که تا جایی که ما همراه رهبری گذشته کمیسیون کار کردیم و رهبری کنی که ما کار میکنم، این موضوعات همراه نهادهای مختلف مطرح شده، بحث شده، مکاتیب برشان فرستاده شده که باید کار صورت بگیره، ولی اکثر از این موارد مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نمیشه. زمانی که به ماده 156 قانون اساسی مراجعه شود، برگزاری و نظارت از انتخابات وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است، نه سرشماری و نه هم موضوعات دیگه که باید صورت بگیره. مثلا یکی از مواردی که ما با صدها میز بحث کردیم، منعیس نمایندی کمیسیون مستقل انتخابات و امروز شما بحثای داشتیم، مسئله توزیع تذکره الکترونیکی بود
که یک کارت واحد باید در افغانستان موجود باشه که متاسفانه این کار صورت نگرفته. بنان بر اصلاحات نیاز است، نه تنها در کمیسیون بلکه در تمام نهادهایی که موجود است، و همچنان باید افراد و اشخاصی که در این نهادها کار میکنه تعهد داشته باشه و وظیفه که دارن باید کار خود مطابق به قوانین انجام بدن. بنان باز هم تاکید میکنم تا که عوامل بیرونی بر انتخابات اصلاح نشه، ناممکن است که انتخابات ایدئال در افغانستان برگزار شود. و آقای نور، وقت نیاز به زمان داره که باید در روزهای آینده، در ماهای آینده و در سالهای آینده بیشتر کار صورت بگیره، نهادهای مختلف در این رابطه کار کنه تا یک زمینه خوب برای برگزاری انتخابات در افغانستان برگزار شد. بله آقای نور، با پایان برنامه میرسیم. دو پرسش خلاصه و دو پاسخ خلاصه شما میخواییم. برای آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی از اونجا که فرصت کم مانده چگونه است؟ با همین همه مشکلات به طرف برگزاری انتخابات پارلمانی میریم یا نه؟ در اونجا امیدهایی وجود داره؟ کمیسیون مستقل انتخابات در دو جلسه گذشته بالای از این مسئله کار کرد و یک تقویم انتخاباتی را درافت کرده که نهایی نشده هنوز، و همچنان روز برگزاری انتخابات پارلمانی را هم تا حد مشخص کرده که باید تصویب شود. و کمیسیون مستقل انتخابات اعضایشان خیلی علاقمند است که باید امرای رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان بحث داشته باشه که این موانعی که ما پیشتر بحث کردم بر چی راه حل حکومت فعلی افغانستان پیدا کرده میتونه یا خیر. و همچنان دو مورد است که باید با می سلسله بریم به انتخابات پارلمانی و یا هم به یک شیوه جدید. اگر به شیوه جدید به برگزاری انتخابات پارلمانی میریم، باید که حکومت افغانستان در نهادهای مختلف و در البته در جای مختلف این زمینه را برای کمیسیون مستقل انتخابات فراهم بسازه. باز هم من تاکید میکنم که موارد مختلف است که حکومت افغانستان در رابطه میتونه با کمیسیون مستقل انتخابات هم کار باشه. مسئله ای که خیلی بزودترین فرصت حل شدنی است و امکانش از تای فرامین تخمیر جمهور باید سرحدات بین ولایت ها مشخص شود. دو سه یا چهار پنج ولسوالی که هنوز هم سرنوشتش معلوم نیست که مربوط به کدام ولایت است، باید توسط حکومت فعلی افغانستان مشخص شود. بله تشکر. اما مبتنی بر پیشنویسی که شما قبلا مطرح کردین، دو نکته مشخص بسازین که زمان مشخص برگزاری انتخابات پارلمانی حداقل در پیشنویس چه زمانی است؟ مبتنی بر قانون اساسی زمان مشخص یا نه است؟ تأخیری که گفتم میشه گمانه های برای به تأخیر کشونیدن انتخابات پارلمانی است وجود داره یا خیر، نگرانی رو حل کنین. خیلی خلاصه لطفا. مشخصا خلاصه گفتم میتونم که با اساس قانون اساسی دور فعلی اعضای مردم در ولسی جرگه به تاریخ 5 ماه سرطان با پایان میرسه و باید به عوضشان افراد و اشخاص که بیشترین آرا را از آن خود میسازه با پارلمان معرفی شود توسط کمیسیون مستقل انتخابات. کمیسیون در این رابطه تعهد داره و باز هم تاکید میکنم مشکلاتی که بیشتر از او من نام بردم باید امرای رئیس جمهور منتخب مردم افغانستان مطرح شد و تا حکومت افغانستان در رابطه همکار با کمیسیون مستقل انتخابات شد. تشکر. نتایج نهایی شوراهای ولایتی چه وقت اعلام میشه؟ یک بار دیگه به نامزدان بگوین و از این سردرگمی بکشیدشان. خب فردا کمیسیون مستقل انتخابات 2 بجه نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلان میکنه. همین لحظه که ما امروی شما صحبت میکنم از دفتر خود امروی شما وصل هستم و شما اگه برین با مرکز جنبندی نتایج که ما فرصت بر شما و با همکارهای تکنیکی شما فراهم کرده میتونم که اکثر تیم تکنیکی کمیسیون مستقل انتخابات بالای از این مسئله کار میکنه. شاید تا 1 یا 2 بجه شب امشب نهایی شود
و فردا در اولین جلسه که کمیسیون مستقل انتخابات صبح می داشته باشه برشان پرزنت شد. آقای نور تشکر، سپاسگزاریم. این نتایج با وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات میره. زمانی که تای کنفرانس مطبوعاتی مسئله اعلان میشه، هر افغان که در هر جای افغانستان و دنیا باشه با مجرد که با وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات میرن میتونن که نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی را رسما ببینن. آقای نور تشکر از حضورتان در بحث و برنامه امشب. تشکری میکنیم از شما و همچنان از شما عزیزان بیننده سپاسگزاری میکنیم. گفته ها و حرف ها از آدرس کمیسیون مستقل انتخابات در قبال انتخابات و نتایج اعلام نتایج شوراهای ولایتی این گونه. قضاوت با ملت. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.